بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین سخن در معجزات و احوال امام عسکری علیه السلام بود که حدیث نوزدهم این باب حدثني يحيى بن القشيري من قرية تسمى قير قال كان لأبي محمد عليه السلام وكيل قد اتخذ معه في الدار حجرة يكون فيها معه خادم أبيض يحيى بن قشيري از آبادی و قریه ای که اونجا رو غیر میگفتند ایشون نقل میکنه که امام ابی محمد امام حسن اسکری صلوات الله و سلام و علی یک وکیلی داشتن یک کسی که در همون قسمت کارهاشون انجام میداد و کارمندی بود برای بعضی از کارها که در خانه ایشان یه حجره و اتاقی برای خود داشت و در اونجا یک خادم سفید هم وجود داشت فعراد وکیل لل خادم الان نفسه فعبا الا او به این خادم حوض کرد که این خادم سفید روی وکیل این وکیل حوض کرد که این خادم سپیدروی با او کار حرامی انجام بدهد ولی او قبول نکرد و گفت باید بیری یه برای من بیاری یه چیزی مثلا شبیه مثلا آبجو و شراب و اینهایی که اهل معصیت استفاده میکنن فحتال له به ثم ادخله علیه و بین و بین عبی محمد علیه السلام ثلاثت تا مغلقه اینم رفت و نویز رو آماده کرد و این آود پیش خودش در حالی که بین حجره این وکیل و کارمند با امام عسکری علیه السلام سه تا درب قفل شده و بسته بود قال فحدثني الوکیل قال خود این وکیل برای من بیان کرد که انی لمنتبهن اذا و انا بالابواب تفتح حتی جا به نفسی فوقف على باب الحجه ثم قال گفت من بیدار بودم خواب ندیدم در حالت بیداری و هوشیاری بودم که یک دفعه دیدم درها یکی یکی باز شد و وجود مبارک حضرت بر در حجره ایستادن و فرمودن یا ها اولا الله خاف الله فلما اسبحنا امر به بیع الخادم و اخراجی من الدار فرمودن که ای گروه ای افرادی که اینجا هستید و اینها تقوای الهی داشته باشید از خدا بترسید گناه و معصیت مرتکب نشوید و صبح که شد فرمودند که اون خادم سپید روی را فروختند و رد کردند و رفت و مرا هم از اون خانه بیرون کردند حدیث بیستم اخبرنی محمد ابن ربی قال محمد ابن ربی گفتش ناظر تو رجلم من سنویت بل ثم قدم تو سر مرعا و قد علق به قلبی شیع ام مقالته گفتش که در احواز با یکی از این دوگان پرستان و سنوی ها که دو مبدع و دو خدا و اینها قبول دارن مناظره کردم بعد رفتم به سر من رعا و قلبم یه مقدار درش شبه واقع شده بود یه مقداری حرف های او در بعضی جاها در من شبه ایجاد کرده بود و یه مقدار متزلزل شده بودم فا اینی لجالتون علا باب احمد ابن الخضیب از اقبل ابو محمد علیه السلام من دار العامه یوم بعد نشسته بودم بر در خانه احمد ابن خضیب که یه باره دیدم وجود مبارک امام اسکری علیه السلام روی آوردن از دار عامه اون محلی که مثلا برای بازدید عمومی بوده در یومل موکب من نشسته بودم بر در خانه احمد ابن خضیب که نگاه دیدم امام ابو محمد عسکری علیه السلام وجود مبارکشون ظاهر شد من دار العامه ام الموکب حضرت از اون خانه که محل دیدار عمومی مثلا بوده ظاهر شدند و در مقدم و در پیش موکب حرکت میکردند فنظر الی و اشاره به سباحته حضرت یه نگاهی به من فرمودند و با انگشت سباهشون یا با مثلا تسبیحی که در دست داشتند اشاره کردند به من و فرمودن احدون احدون فردون خدا احد است یگانه است بی است شبیه است مثل ما نن نداره دوم نداره دوگانه پرستی باطله فسقت تو مخشی جن علی من بیهوش شدم و به زمین افتادم از اعجاز اون حضرت و از اخبار اون حضرت و از حیبت اون حضرت و از بیان مطلب حقی که به زبان راندن و این شبهه را از وجود من زدودن حدیث 21م عن ابي هاشم الجعفري ابو هاشم جعفری قال دخلت على ابی محمد علیه السلام من و انا اريد ان اساله ما اسو خاتمن خاتما به ابو هاشم جعفری که از اجلا هست و از بزرگان این خانواده اهل بیت علیه السلام و خیشان و اینها گفتش رفتم پیش امام عسکری علیه السلام یه روز و میخواستم که از حضرت چیزی بخواهم که با اون برم برای خودم یک انگشتری بسازم و به آن تبرک بجویم فجلست و اون سی تو خدمت حضرت مشرف شدم و نشسته بودم و یادم رفته بود که از اون حضرت چی میخوام و برای چی اومدن فلم ما ودعت و نهزتو رما الی بل فقال وقتی که حرکت کردم که ودا کردم و خداحافظی کردم که بروم حضرت یک انگشتری را به من عنایت فرمودن و فرمودن ارد تفضتا فعطیناک خاتما تو از من یه مقدار نقره خواستی که بروی و برای خودت انگشتر درست کنی ما یک انگشتر کامل به تو عطا کردیم ربحت تلفس و الكرا. دیگه از این جهت هم تو سود بردی که باید میرفتی نگین می خریدی و مزد هم میدادی برات انگشتر بسازند چون تو از ما میخواستی یک نقره ای که مثلا با اون بتونی انگشتر بسازی اینو میخواستی ولی ما کاملش به تو عنایت کردیم هنعک الله یا ابا هاشم خدا اینو برای تو گوارا گردان تفول تو یا سیدی اشهد انک ولی الله من شهادت میدهم که شما ولی خدا هستی و امام یلدی ادین الله به طاعته و شما اون امام من هستید که من دین خودم را به طاعت شما در درگاه خداوند تبارک و تعالی قرار دادم فقال غفر الله لك یا ابا هاشم فرمودند خدا تو را ببخشد و بیا مردد ای ابا هاشم حدیث بیست و دوم ابو العیناء هاشمی مولا عبد السمد ابن علی اتاقتن قال این ابو العیناء هاشمی که عبد السمد ابن علی ایشون از موالی ایشون بوده و مثلا آزادش کرده بودن قال کنت ادخل على ابي محمد عليه السلام فاعتش وانا عنده فاجل ان ادعو بالماء میرفتم من خدمت امام عسکری علیه السلام و تشنم میشد ولی حضرت رو احترام میکردم اکرام میکردم و بالاتر از این میدونستم و شرم و حیام میکردم که بیامو بگم مثلا آب میخوام فیقول یا غلام اسقهی حضرت خودشون به علم به خودشون میفرمودند غلام آب بیاور به بی ایشان بنوشان و ربما حدث و نفسی به نهوز گاهی وقتا که خدمت حضرت بودم با خودم فکر میکردم که خب دیگه پاشم برم هنوز داشتم فکر میکردم که حرکت کنم برم و افکر و فی ذالک داشتم فکر در این مدنه میکردم فیقول یا غلام دابته حضرت به غلامشون میفرم بودن که مرکبش را آماده کن که ایشون میخواد بره حدیث بیست و سوم ان علی ابن عبدالغفار علی ابن عبدالغفار میگه که قال دخل العباسی جون على صالح ابن وصیف و دخل صالح ابن علی و غیره من المنحرفین عن هذه الناحية على صالح ابن وصیف عندما حبس ابا محمد عليه السلام فقال لهم صالح و ما اسنع گفتش که این عباسیون مثلا افرادی که مال دم و دستگاه خلافت عباسی بودن اینا می اومدن پیش صالح ابن وصیف که مثلا یکی از عمراشون بوده و رؤساشون بوده و اینها و صالح ابن علی هم می اومد و غیر ایشون افرادی که منحرف بودن از مسئله امامت اهل بیت علیه السلام و امامت امام معصوم و امام عسکری رو قبول نداشتن اینا هم می اومدن پیش همین صالح ابن وصیف که مثلا امیری بوده رئیسی بوده در همون زمانی که ایشون امام عسکری علیه السلام را زندانی کرده بود و محبوس کرده بود صالح بهشون گفت و ما اصلا آخه من چه کار کنم بیچاره شدم چیکاری کاری از دستم برمیاد قد وکل تو بهی رجلین من اشر من قدرتو تو علی دو نفر معمولی که از بدترین کسانی که میتونم استخدام کردم و اونها را و اونها رو معمور قرار دادم که اون حضرت را مثلا مواظب باشن شکنده کنن سخت بگیرن فقط سارا من العبادت و سلات و سیام الى امر عظیم در اینها این دو آدم بی سر و پای شر ظالم وقتی که خدمت حضرت رسیدن کلن عوض شدند سر تا پا شدند عبادت و نماز و روزه اصلا امرشون خیلی عظیم شده توبه کردند و آدم های بسیار خوب و سالم و با تقوا شدند فقل تو لاما مافی من رفتم به این دو نفر معمور شری که گرفته بودم حضرت رو آزار بدن بهشون گفتم مگه چی داره این وجود مبارک که شما این گونه شیفته ایشان شده اید فقالا ما تقول فی رجل یسوم النهار و یقوم اللیل کله گفتن تو چی میگی در باره شخصیت بزرگواری که روزها را روزه میگیرد و شبها را یک سر به عبادت خدای تبارک و تعالی مشغول است لا یتکلم ولا یتشاغل نه حرف بیوده نه حرف بیهوده ای میزنه و نه کارهای بیهوده انجام میدهد و شغل او یکسره توجه به خدای تبارک و تعالی و روزه و نماز و عبادت و اذا نظرنا الیه ارتعدت فرائسنا ما وقتی که به حضرت نگاه میکنیم به لرزه میفتیم بند بند وجودمون به لرزه میافتد و یدا و مالا نملکو من انفسنا یک رعب و وحشت و یک خضوع و خشوعی در دل ما و نسبت به اون حضرت واقع میشه که اصلا نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم فلما سمعوا ذالک انصرفوا خائبین این معموران دولت و عباسی ها و این افرادی که منحرف از اهل بیت علیهم السلام بودند و آمده بودند که مثلا خوشحال بچند که حضرت رو زندانی کردن اینها وقتی این معجزات اون حضرت را و اون تأثیر اون حضرت را از حیث تقوا و عبادت در بدترین آدم ها میدیدن باز هم ایمان نمی و با کمال ناامیدی و سرفکندگی رفتند و دنبال کار خودشون حدیث 24 محمد ابن حسن مکفوف گفت حدثنی بعض و اصحابنا بعضی از اصحاب و دوستان و شیعیان ما گفتن ان بعد فساد الاسکر من النصار از قول بعضی از این کسانی که طبیب بودند و در لشکر فست میکردن طبیب بودن و در لشکر فست میکردن از قول اون نقل کرده که از نصارا هم بودن مسیحی هم بودن ان ابا محمد علیه السلام بعث الی یوما فی وقت صلات ظهر فقال لی امام عسکری علیه السلام روزی در وقت نماز ظهر مرا فرا خواندند و فرمودند افسد هاذ العرق این رگ من را فست کن قال و ناولنی ارقا لم افهمه من العروق التي تفسد بعد حضرت یه رگی رو نشونه من دادن و برای من تعیین کردن که من که طبیب بودم این رگ را در بین رگهایی که فست میشه نمیشه راختم اصلا نمیدونستم این چه کاریه سر در نمی آوردم فقلت فی نفسی ما رأیت امرا اعجب من هذا یعمرنی ان افسد فی وقت ظهر و رئیس به وقت فست. چه چیزهای عجیبی میبینم چیزی عجیب تر از این ندیدم که ایشون دارن مرا امر میکنن به فصل در وقت ظهر در حالی وقت ظهر برای فست کردن خوب نیست و ثانیتو عرق لا افهمه یه رگی رو نشونه من دادن که من اصلا اینو مناسب برای فصل کردن نمیشناستم و اصلا سر در نمیارم ثم قال علی انتظر و کن فدار بعد فرمودن در خانه بنشین و منتظر باش تا بهت خبر بدم فلما امسا دعانی و قال شب که شد حضرت دو مرتبه مرا و فرا خواندن و فرمودند سر رح دم فسر رح تو خون رو جاری کن تیق بزن که خون از همین رگی که بتونشون داده ام خون روان شود ثم قال لی امسک ف ام تو فرمودن خب بسته دست نگه دار منم دست نگه داشتم ثم قال لی کن فدار فرمودن تو خونه باش منتظر فلما کان نصف اللیل ارسل الی و قال لی سرح دم وقتی که نیمه شب شد دو مرتبه یه نفر فرستادن دنبال من و فرمودن سر دم خون را جاری کن و خون بگیر قال فتعجبت اكثر من عجب الاول قال فتعجبت اكثر من عجب الاول و كرهت ان اساله من بیشتر تعجب کردم این کارهایی که اصلا من در طب خودم بلد نبودم سر در نمی آوردم بیشتر اول تعجب کردم در این حال دوست نداشتم که از حضرت سوال کنم قال فسرحت فخرج دم ابيض كانه الملح من خون را جاری کردم دیدم خونی سفید از رگ بیرون آمد انگار که نمک است قال ثم قال لی احبس بعد فرمودند که خب بسته جلوش رو بگیر قال فحبستو جلوش رو گرفتم قال ثم قال کن دار بعد دو مرتبه فرمودند در خانه منتظر باش فلما اصبحتو امر قهرمانه و ایعاطی یعنی ثلاثت دنانیر فلما اصبحت و امر قهرمان و ایعاطی یعنی ثلاثت صبح که کردم و صبح که شد اون معمورشون رو اون کسی که مثلا حساب و کتابشون دستش بود رو امر فرمودند که به من سه دینار عطا کند فاخذتها و خرجت حتی عطای بختی شو النصرانی فقصست و علیه القصه من پول رو گرفتم و رفتم پیش ابن بختیشوع شو النصرانی مسیحی که مثلا استاد طبش بوده است و قصه رو براش گفتم که من عجائبی دیدم رفتم یه کارهایی رو حضرت یادم دادن و امر کردن که اصلا من اینا رو سر در نمی آوردم قال فقال علی والله ما افهم و ما تقول ولا اعرف فی شیء من الطب ولا قرأت فی کتاب ولا اعلم و فی دهرنا اعلم به کتب من فلان الفارسی فخر الهی اینم گفتش که به خدا قسم من اصلا نمیفهم تو چی میگی سر در نمیارم توی کتاب های طبی و درس های طبی و کارهای طبی هم اصلا من اینا رو تا حالا ندیدم نمیشناسم و در هیچ کتابی تا حالا نخوندم و کسی را در زمان خودمون داناتر به علم طب و کتب طب نمیشناسم و به کتب نصرانی و مسیحیت که از شخص فلانی نصرانی که ایشون فارسی است و در کجاست من اعلم از این نمیشناسم برو پیش اون سوالتو از اون بکن من خودم هم نمیفهمم قال فکتره تو زورقن من الالبسره منم رفتم یک زورقی یک قایقی رو گرفتم و رفتم به طرف بصره و اتیت الاهوان رفتم به اهوان ثم سرت الى فارسه الى صاحبی فاخبر فا تل خبر رفتم پیش فارس که از دوستان من بوده یا با اون رفتم خلاصه پیش اون خدمت سر شوه کسی که صاحب و همنشین و همراه من بوده ف خبر طول خبر بهش گفتم که جریان از این قراره قال فقال لی انظرنی ایامن گفت خب چند روز من مهلت بده فا ثم اتی تو متقاضیان بعد چند روز اومدم گفت خب چی شد خبر آیا به نتیجه رسیدی و فهمیدی که جریان چه قراره قال فقال لی ان هذا الذي تحكي ان الرجل فعله المسيح في دهرهی مره تن. گفتش که این مطلبی که تو میگی بالاتر از اون مثلا معلومات و طبی ما این هاست این یک امریه که مثلا جز انبیا سر در نمیارند و این امری که این شخص انجام داده است جز حضرت مسیح کسی این را انجام نداده و تنها و تنها مسیح که پیانبر خدا بود چنین علمی را دارد و داشته است و در تمام عمر هم یک بار این رو انجام داده است این علم امام معصوم است علم حجت خداست علم پیانبران است که فراتر از علم طب ما متخصصین امره حديثي بي ان شاء الله در جلسات بعد وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد